ایران با عراق چه کرده؟ بغداد از محدودیت‌های تهران سود می‌برد یا ضرر می‌کند؟ دریایی از نفت زیر دریای خزر، در رژیم حقوقی 5 کشور سهم ایران چقدر است؟ من کیستم؟ دیده باشید گر هنرمندان چاق و بی‌قواره، در قیاس البته من دارای اندامی شکیلم. و پای صحبت‌های کوروش سلیمانی، کاریکاتوریست و طنز پرداز ایرانی ساکن آتلانتا. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. عراق هنوز ناچار نشده تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اجرا کند، اما آنچه در همسایگیش به خاطر این تحریم‌ها در جریان است بر زندگی مردم این کشور تأثیرهای مثبت و منفی داشته، از جمله اینکه با تفاوت زیاد میان ریال ایران و دینار عراق حالا عراقی‌های بیشتری به ایران سفر می‌کنند، اما در مقابل صنعت گردشگری عراق به دلیل کمتر شدن زائران ایرانی آسیب دیده. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد در سفر به شهرهای مختلف عراق با عده‌ای از مسئولان و مردم درباره تحریم‌های ایران صحبت کرده. گذرگاه مرزی شلمچه، دروازه‌ای که بصره و خرمشهر را به هم وصل می‌کند. هنوز 7 صبح نشده اما اینجا قلقل است. ویزا رایگان است و برای اینکه کسی به خاطر مهر ورود و خروج ایران در گذرنامه زمان سفر به آمریکا و اروپا به دردسر نیفتد، مسافرها با این برگه ها از مرز رد می شوند. از همه مهمتر، این سفرها حالا برای بسیاری از عراقی ها ارزان و کم هزینه است. ایران کشور قشنگیه، به خصوص تهران و مشهد. ما انشالله هم برای زیارت میریم، هم برای سیاحت، هم برای مداوای مریضمون. الان وضع ایران مثل زمان تحریم‌های عراقه. ارزش پولشون خیلی پایین اومده. حقوقشون هم ثابت مونده. آدم ناراحت میشه. پول ما قوی تره و خرج سفر برامون چیزی نمیشه. اما اونا واقعا تحت فشارن. یعنی هم حصار مفروض من قبل امن. نعم. موقع تحریم‌های عراق یادتونه اینجا بودین؟ تحریم‌ها علیه عراق فقط علیه مردم بود. اون موقع تحریم هیچ تأثیری روی حکومت نداشت. برای همین صدام تا زمان جنگ موند. حس ما این بود و اینه که آمریکا برای از میان برداشتن حکومت‌ها تحریم نمی‌کنه. برای تحت فشار گذاشتن مردم ضعیف این کارو می‌کنه. این چیزی بود که ما در زمان تحریم عراق دیدیم. با آنکه گفته می‌شود تحریم‌ها بر بخش درمان و خدمات پزشکی ایران تأثیر منفی گذاشته، خیلی از عراقی ها به ویژه از مرزهای جنوبی هنوز برای مداوا و جراحی به ایران می روند. با دلار و دیناری که در جیب دارند، خدمات درمانی در کشور همسایه برایشان هم کم خرج تر است و هم با کیفیت تر. اما هر قدر که از این طرف مسافر بیشتر شده، از سمت ایران مدت هاست که مرز از رونق افتاده. نظر کرایه خیلی گرونه، چون ما چیزی که ما اینجا درآمد داریم سازگار نیست. مثلا کربلا، بصره تا کربلا 250 تومان برای ما خیلی زیاده. ما که در حالی که حقوقمون 1,400,000 برای ما خیلی نامناسبه. نه که 1,400,000 میگیرم، یه سفر برم باید 5,000,000 تومان بیارم، دوبار برم و بیام 1,000,000 تومانش رفته کرایه، 400 تومان میمونه. سرهنگ نوری نزدیک 3 سال است که در همین گذرگاه خدمت میکند و میگوید تفاوت رفت و آمدها را به خصوص در 1.5 سال اخیر به طور محسوس شاهد بوده. مسبقا کان سفر من قبل جانب ایرانی کانت اعداد بما یقارب یومیا 1,000. قبلا از طرف ایران روزانه 1,000 تا 2,000 مسافر می اومد، اما الان 200 تا 300 تا بیشتر نمیان. اینم به خاطر تحریمیه که تاثیر گذاشته بر زندگیشون. اما در طرف عراقی مسافرها بیشتر شدن، حدود روزانه 5 تا 6,000. قبلا وقتی مسافر ایران می اومد، اتوبوس‌های عالی اینور منتظر بودن و هتل‌ها آماده برای میزبانی، ولی حالا اونهایی هم که میان غذای این مدتی که اینجا هستن رو با خودشون میارن.
گرچه عراق برای واردات از ایران فعلا محدودیتی به خاطر تحریم‌های آمریکا نداشت و به گفته مقامات ایرانی حجم صادرات ایران به عراق هم به حدود 10 میلیارد دلار رسیده، ظاهرا تحریم‌ها به شکلی دیگر دارند سد راه می‌شوند. سابق شرکت اجنبی آلمانی و فرانسوی فی جانبین قبلا شرکت‌های خارجی آلمانی و فرانسوی در دو طرف مسئولیت کنترل کیفی مواد صادرات ایران و واردات عراق را به عهده داشتند، ولی الان بعد از تحریم‌های آمریکا این شرکت‌ها ایران را ترک کردند و ما برای کنترل کیفیت باید واردات از ایران را بفرستیم بغداد که پروسه زمانبریه، گاهی حتی دو هفته بیشتر هم طول می‌کشه. گرچه بیشتر این واردات مثل آجر و سیمان برای بازسازی عراق لازمه و این وضع روی عراق تاثیر میذاره، اما تاثیرش بر ایران خیلی بیشتره، چون در نهایت ما مرزهای آبی و زمینی دیگه ای هم داریم. الان مثلا پروسه واردات بلوک‌های سبک سیمانی به شدت زمانبر و کند شده به خاطر معطلی در بغداد. قبلا 600 یا 700 کامیون از این بلوک‌ها وارد می‌شد، اما الان نه، فقط روزانه 10 تا 15 کامیون میاد. 20 الی 15 شاحنه فقط. بصره اما مثل بیشتر شهرهای مرزی دیگر عراق این روزها به یکی از مقصدهای اصلی کارگران ایرانی تبدیل شده. دانیال و حبیب ماه‌هاست برای کار به بصره آمدند و خوشبختانه گویا کارشان هم گرفته. عراقیان خیلی رفتن ایران و با فرهنگ و آداب ایرانی ها بیشتر آشنا شدن، واسه همین غذای ایرانی رو پسندیدن و این پسندیدن باعث شد که یه بازاری و یه سلیقه ایجاد بشه به توی عراقی ها و این سلیقه اومد اینجا و بازارش ایجاد شد. طعم آش به مذاق اهالی شهر خوش آمده، اما ظاهراً خیلی کارگرهای ارزان قیمت از کشور همسایه کام بعضی را اینجا تلخ کرده. بیشتر این مسائل به خاطر نیروها و اختلاف ارز ایران و عراقه، به این دلیل که ارز عراق بالاست و ارز ایران پایینه و نیروهایی که از ایران میان حاضرن با حقوق کمتری توی عراق کار کنن و این به ضرر نیروهای عراقیه. کارفرما نیروهاش رو سعی میکنه دیگه از این بعد از ایران بگیره و اشتغال توی عراق افت پیدا میکنه، به همین دلیل دوست ندارن ایرانی ها وارد اینجا بشن. کار باشه ترجیح میدی همونجا باشی؟ کار هست الان برام، الانه از سر کار اونو خیلی هم اصرار میکردن این رو، ولی خب دیگه از چه نظر سخته؟ میتونی امورات تو بکنی، میتونی مثلا اون روز تو کار بکنی، گرسنگی نمیری. اینجا چی؟ اینجا یه پسندازی هم داری، میتونی بهتر بکنی، میتونی یه پسندازی داشته باشی. اما شاید در هیچ کجای عراق مثل شهرهای زیارتیش تأثیر تحریم‌های ایران حس نشود. اینجا در نجف که زمانی به خاطر تعداد زیاد زائران ایرانی گردشگریش اوج گرفته بود، اکنون ماه هاست که کاروبار کساد شده. حتی ویزای رایگان برای ایرانی ها هم گویا کمکی نکرده. برای ساخت هتل ها واقعا بیش از 3 میلیارد دلار رو به هدر دادیم. در این مدت رو حساب مسافرهای ایرانی 350 هتل درست کردیم، همه با سرمایه گذاری خصوصی. الان بیشتر از 80% این هتل ها تعطیل شدن. قیمت ها رو پایین آوردیم اما بازم کمک نکرد. الان قیمت ها از 4.5 دلار شروع میشه تا 6 یا 8 دلار با صبحونه که پولش کمتر از یه حموم عمومی رفتنه. تا چندی قبل به خصوص در شهرهای زیارتی یا سیاحتی نزدیک به ایران مثل اینجا سلیمانیه کردستان عراق پول ایرانی را راحت قبول می کردند، حتی برای خریدهای جزئی از سوپرمارکت.
خرید و فروش ریال هم برای بعضی مثل هدایت سود خوبی داشت. اما او میگوید در این مدت اخیر به شدت زیان کرده. هیچ کس دیگه به تومان اعتقاد نداره. روزی 10 بار قیمتش عوض میشه. امروز یه قیمته، یه ساعت دیگه یه قیمت دیگه. کسایی رو میشناسم تو این بازار که سر همین ورشکست شدن. قبلا با 1 میلیون و 2 میلیون معامله میشد. الان معامله ها میلیاردی شده. یه بار رفتم نماز بخونم، برگشتم دیدم که 200 دلار ضرر کردم. منی که بعضی وقتا کل درآمدم همین قدره. برای کاسبی خالی که نمیشه زیان کرد. عراقی ها تحریم را سالها تجربه کردند و بسیاری از مقامات این کشور بارها با یادآوری آن روزها گفتند که از این فشارها علیه ایران حمایت نخواهند کرد. واشنگتن هم بغداد را فعلا از تعهد به تحریم ها معاف کرده. اما به نظر می رسد همه اینها باز نتوانسته عراق را از گزند آنچه بر همسایه‌اش می گذرد در امان نگه دارد. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، عراق. یک سال پیش رهبران 5 کشور حاشیه دریای خزر کنوانسیون دریای خزر را امضا کردند تا به مذاکرات طولانی بر سر رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان پایان دهند. با این حال تکلیف بعضی از مسائل به آینده موکول شده. در هفته‌های گذشته در آستانه نخستین سالگرد امضای این کنوانسیون نگرانی‌هایی درباره احتمال پایمال شدن حقوق ایران مطرح شده. خشایار جنیدی نگاه کرده به کنوانسیون دریای خزر و سهم ایران. میدان نفتی کاشاغان در شمال دریای خزر، 15 میلیارد بشک نفت خام این میدان در اختیار قزاقستان است. دریای خزر منبع بزرگ انرژی های فسیلی است، اما نزدیک به 3 دهه پس از فروپاشی شوروی هنوز تکلیف منابع آن مشخص نشده. رهبران 5 کشور ساحلی خزر سال گذشته در قزاقستان گرد هم آمدند تا با این امضاها تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر را پس از 26 سال مذاکره مشخص کنند. دریای خزر تا پیش از فروپاشی شوروی بر اساس توافقنامه‌های دو جانبه بین مسکو و تهران مورد بهره برداری قرار می‌گرفت. حقی که با ترکمانچای گرفته شده بود پس از انقلاب بلشویکی به ایران بازگردانده شد. بر اساس قرارداد 1921 میلادی 1300 خورشیدی دولت شوروی حق ایران رو برای دریانوردی، کشتیرانی تجاری همچنان در این دریا قبول میکنه و تن هم میده که این دریا مشاع باشه بین دو کشور در زمینه نیروهای نظامی. قرارداد 1940 در کنار به رسمیت شناختن حقوق هر دو کشور برای کشتیرانی تجاری و نظامی در این دریا، هر دو کشور رو مجاز میدونه که تا حدود 10 میل دریایی از ساحل خودشون حق ماهیگیری داشته باشن. شیلات مهمه برای دو کشور. با فروپاشی شوروی در پایان سال 1991 اوضاع تغییر کرد. 4 کشور جانشین شوروی شدند و نمیخواستند به عنوان جانشین میراث داره تنها 50% از دریای خزر باشند. طبق این قراردادها قرار شد که هر دو تا کشور بتونن به عنوان شراکتی از این منابع استفاده بکنن و در هیچ قراردادی، در هیچ کنوانسیونی بحثی از سهم درصدی نه ایران نه شوروی سابق نشده. پیشنهاد ایران برای تقسیم دریا به 5 سهم مساوی 20% مورد پسند همسایه ها قرار نگرفت. گزینه دوم یه گزینه حداقلیه. یه خطی بکشیم بین بندر آستارا و بندر حسین قلی، غرب و شرق و در حقیقت دریای خزر رو، سواحل ایران رو به هم دیگه متصل کنیم. جنوب این خط میشه متعلق به ایران. این سهم ایران چیزی بیشتر از 19% نمیشه. گزینه دیگر گزینه مشاع بود. تقریباً
همان توافق امضا شده در قزاقستان. کنوانسیون دریای خزر همه کشورهای ساحلی را از 15 مایل دریایی آبهای سرزمینی و 10 مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردار کرده. منطقه‌ای که در خارج از این محدوده قرار می‌گیرد به صورت مشاع اداره خواهد شد. اما در کنوانسیون تکلیف نحوه تقسیم بستر و منابع زیر بستر دریا و همینطور ترسیم خط مبدأ مشخص نشده. کنوانسیون حقوقی جدید دریای خزر تعیین محدوده آبی بین کشورها رو به توافقنامه‌های دو جانبه بین اونها موکول کرده، کاری که 4 کشور دیگر انجام دادند. اما ایران هنوز با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در این باره به توافق نرسیده. 4 همسایه ایران قبلاً با هم بر سر تقسیم محدوده سرزمینی خود در خزر توافق کرده اند و این کار ایران را در ادامه مذاکرات مشکل می کند. یعنی ترکمنستان، روسیه، قزاقستان به توافقهایی رسیدن با آذربایجان و دارن سهم میبرن. من اگر نگاهی بخوام بکنم میگم که قزاقستان حدود 29%، روسیه 19%، آذربایجان 18% و ترکمنستان هم 21% رو از آن خودشون به نقد کردن. آنچه که برای ایران میمونه بر این اساس یه چیزی کمتر از 13% خواهد بود. بعضی از نمایندگان مجلس، گروه‌های مخالف و کاربران شبکه‌های مجازی به چنین احتمالی واکنش نشان داده اند. اما وزارت خارجه ایران با رد گمانه‌زنی‌ها می‌گوید هنوز تحول تازه‌ای در این باره صورت نگرفته. به رغم نگرانی‌ها، دستاورد مهم این کنوانسیون برای دولت ایران برطرف کردن نگرانی‌های امنیتیش بوده. علاقه اصلی ایران فکر کنم سال قبلا به اون هر چیزی که مد نظر داشت رسید، بس این که کشورهای همسایه اجازه ندارن که محدوده سرزمینی خودشونو در علیه کشور خاصی در اختیار کشور ثالث قرار بدن. ایران دغدغه امنیتی داشت و دغدغه امنیتیش تا به حد زیادی پس از کنوانسیون رفع شد. نتیجه پایانی مذاکرات هر چه که باشد، در نهایت یک بازنده بزرگ دارد. محیط زیست دریای خزر که در سالهای گذشته در رقابت همسایه ها برای کسب منفعت بیشتر مورد تاخت و تاز قرار گرفته. خشایار جنیدی، بی بی سی. به تازگی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته جوانان بیکار برای مسافرکشی به تهران می آیند و محلاتی را در تهران به عنوان پاتوق انتخاب می کنند. او گفته این افراد در طول روز مسافر می برند و شب در ماشین می خوابند. جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. شهروندانی بدون آدرس، بدون چهاردیواری، به عنوان سرپناه و اکثرا مهاجر. مردانی که از شهرها و روستاها به تهران می روند برای کار و شب را در ماشینهایشان به صبح می رسانند. پدیده ماشین خوابی در تهران پدیده نسبتاً جدیدی است که به گفته منتقدان آسیبهای اجتماعی به دنبال خواهد داشت. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته جوانانی با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلهایی را به عنوان پاتوق در نظر گرفته و ماشین خوابی می کنند. اینها جوانان شهرهای دیگری هستند که به دلیل نبود شغل به تهران می آیند. روزنامه همشهری روز یک شنبه 6 مرداد گزارشی منتشر کرد از مسافرکش‌های خانه به دوش. از زندگی 50 مرد ترکمن که از یکی از شهرستان‌های خراسان شمالی به تهران رفتند تا بتوانند هزینه زندگی خانواده‌شان را تأمین کنند. مردانی که از همسر و فرزند و پدر و مادر دورند و روزی 12 و حتی 18 ساعت کار می‌کنند و شب‌ها را در ماشینشان می‌خوابند. ماشین خوابی البته تنها به مردان ترکمن ختم نمی‌شود. کسانی که برای کار به تهران می روند، همشهری های خود را در محله های مختلف تهران پیدا می کنند و همان محله پاتوقی می شود برای زندگی موقت آنها. اینم جا خوب. اینم جا خوب بشه. هتل 4 ستون. هتل 5 ستاره. داشت بخند.
این مستندی است که در سال 1395 از وضعیت عده‌ای از ماشین‌خواب‌ها از جمله کولبرانی از مناطق مرزی ایران ساخته شده. کسانی که به دلیل نبودن کار و یا عدم امنیت شغلی به تهران آمدند و مسافرکشی می‌کنند. ما مجبوریم اومدیم اینجا. شبا تو این ماشین می‌خوابیم، تو این سرما می‌خوابیم. اونایی که الان مثلا میان شبا ما رو اینجا بیرون می‌کنن، 110 باشه میان مزاحمت، مثلا اونایی که تو آپارتمانن اگه یه ذره به ما هم فکر کنن، ما هم بچه ایرانیم، آدم هستیم. شرایط نامناسب اقتصادی، بی‌آبی و خشکسالی، نبود شغل مناسب، افزایش شغل‌های کاذب و همچنین رونق بازار تاکسی‌های اینترنتی از جمله عواملی است که باعث شده برخی با خرید ماشینی ارزان قیمت به پایتخت رفته تا بتوانند از پس دخل و خرج زندگی برآیند. مصائب ماشین خوابی کم نیست. کسی که ساعتها در هوای آلوده تهران کار کرده، جایی برای حمام کردن ندارد و از داشتن سرویس های بهداشتی محروم است. در سرما و گرما تنها ماشینش سرپناهش خواهد بود. سرپناهی که لزوماً محیط راحتی برای استراحت نیست. گاهی غذای سالم و یا غذای خانگی خوردن به آرزویی میماند. جدای از اینها دوری از خانواده شاید سخت‌ترین بخش ماجرا باشد. پدر و یا همسری که خسته از فشار کار آغوش خانواده و فرزندانش را می‌خواهد، تنها و به لطف تلفن‌های هوشمند می‌تواند دقایقی را در آخر شب با آنها بگذراند. انصافا مگه من سه ماه اینو نمی‌بینم بیا اینجا؟ به خدا اگه زنگ بزنم جگرم منم رفیقه الکیه. افزایش پدیده‌هایی مانند ماشین‌خوابی، کارتون‌خوابی و یا گورخوابی حکایت از معضلاتی اقتصادی و اجتماعی دارد که به گفته منتقدان اگر دولت بلافاصله برای رفع آنها اقدام نکند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه خواهد زد. وقتی در 12 سالگی کاریکاتوری از ملک فیصل پادشاه وقت عربستان کشید، پایش به دنیای کاریکاتور باز شد. در 17 سالگی همکار مجله توفیق، معروفترین مجله طنز پیش از انقلاب شد. اما تا سرش را جنبان، توفیق توقیف شد. کوروش سلیمانی کاریکاتوریست است و اهل عراق و از خانواده یهودی. سالها ساکن آتلانتای آمریکاست، اما میگوید از علاقهش به ایران هیچ کم نشده. بخشی از آثارش در این سالها در مجلات ایرانی و خارجی چاپ شده. کوروش سلیمانی در گوشه کارگاهش در آتلانتا در مورد خودش، طنزش و کاریکاتور ایرانی میگوید. من خودم تعریف خودم بکنم یا شما بکنم تعریف کنین از من؟ باشه، من کار شما رو راحت میکنم. من کوروش سلیمانی هستم، تا اینجا که خودم میدونم. توی عراق یه مدرسه هم که میرفتم که نصفش خیلی اهل تحصیل بودن و شاگرد اول کنکور معمولا از عراق بودن، بعد نصفش هم جاهل بودن. من توی اینا بزرگ شدم، نه کسی ما رو اجازه تحصیل کرده و قبول داره نه جاهل. از 12 سالگی شروع به کشیدن کاریکاتور کردم و اولین کاریکاتور رو ملک فیصل بود، پادشاه عربستان سعودی. تحت تاثیر کارهای استاد محسن دولو بودم که روی مجله بامشاد می کشیدن وقتا. بعد که رفتم تهران، رفتم توی دفتر توفیق، یه دوره برای من گذاشتن که یاد بگیرم. اون موقعی که به هر حال روی غلطک افتادم دیگه، موقعی بود که به دستور امیر عباس عبیدات توفیق توقیف شد. به خاطر تحصیل اومدم امریکا، رشته مهندسی معماری خوندم. وقتی هم که درس میخوندم، خب به خاطر تأمین هزینه تحصیل مجبور شدم هر جوری شد که کاریکاتور بکشم. یه مقدارم توی کارای تبلیغاتی، لوگو دیزاین کردن اینا از کاریکاتور استفاده میکنم. کار طنز در ایران متاسفانه به خاطر ترسی که هستش، به خاطر اختناقی که هستش، محدوده. بعد از انقلاب اینا جرأت نمی کردن حتی از دولت انتقاد کنن، چون می ترسیدن واقعا. اینه که تو جنگ ایران عراق فقط صدام و مسخره می کردن سربازای عراقی رو. بعدش هم اومدن کاراشون رو برای نمایشگاهی بین المللی می فرستادن و خیلی هم خوش درخشیدن. تو ایرانی ها با هفت بوده 17 نشریه همکاری داشتم.
بزرگترینش البته بعد از توفه روزگار نو که توسط اسماعیل پوروالی در پاریس منتشر میشد، رو جلدش من میکشیدم. راجع به خال نبات، من معتقد بودم که کسایی هستن که به اندازه کافی راجع به ایران و اینا مینویسن. من بخواستم بگم که در همون چهار قدمی خودمون بنویسیم و کار کنیم، اجتماع کوچیک خودمون رو بسازیم به جای اینکه بریم ایران بسازیم. اسمش مخصوصا گذاشتم خال نبات به خاطر که میخواستم با مردسالاری مبارزه کنم، چون که تمام نمادها و سمبولای طنز در ایران تا حالا مثل بهلول، مثل کاک توپه، مثل حاجی بابا، حتی نشریه که بعد از انقلاب در ایران معمولا مرده و واقعا یه مصیبتی این مردسالاری، این ظلمی که به زنها شده. من هنرمندی نجیب و سربزیر و پاکبازم، خود تو میدانی بری از های و هوی و قال و قیلم. من کیستم؟ دیده باشی گر هنرمندان چاق و بیغواره، در قیاس البته من دارای اندامی شکیلم. بنده کرمانشاهی هستم هم جوار بیستون، پس چرا هی بی خودی گویید اهل اردبیلم؟ گر نمیدانی که هستم میدهم باز یک نشانی، کن نگاهی لاغل بر هیبت موی سبیلم. حالا امیدوارم که حد زده باشین کی هستنش. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.